شیوع کرونا استان گلستان و شهرهایی که عموماً طی ماه‌های گذشته در وضعیت قرمز قرار داشتند. به گفته مسئولان این استان وضعیت گنبد کاووس از لحاظ شیوع کرونا از 28 خرداد ماه قرمز شد و دو هفته بعد کل استان به این شرایط رسید. به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان بعد از پیک اسفند ماه روند ابتلا کاهشی شد، اما تعطیلات خرداد ماه باعث شد که تعداد بیماران دوباره زیاد شود و تقریبا یک هفته بعد از آن تعداد مبتلایان به شکل محسوسی افزایش یافت. وضعیت گرگان متاسفانه قرمزه، یعنی تون چند وقت اصلا قرمز بوده. همون اوایلی که اعلام کرده بودند وضعیت قرمز رو به صورت برای دوباره اعلام کردن، باز وضعیت بدی پیش اومد، باز دوباره شهر خلوت شد، شهرها خلوت شدن، باز دوباره مشکلات به وجود اومد. الان کمی من حس میکنم مردم یکم انگار بیشتر عادت کردن، کمی وضعیت نسبت به اون زمان بهتر شده. افزایش تجمعات و مسافرت‌های کنترل نشده باعث اوج گرفتن دوباره کرونا در این استان شمالی ایران شده. تعطیلات مربوط به محرم و همزمانی با روزهای آخر تابستان سیل مسافران را روانه شهرهای شمالی کشور از جمله استان گلستان کرد. همزمان تعداد زیادی از شهروندان راهی شهرهای زیارتی مانند مشهد شدند و برای رسیدن به مقصد از مسیرهایی مانند استان گلستان استفاده کردند. نتیجه این رفت و آمدها هم چیزی جز افزایش تعداد مبتلایان در این استان نبود. بیش از 7 ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد. در بحبوحه اولیه بحران همه به دنبال ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده بودند و تب و تاب عجیبی در بازار وجود داشت. اما مردم در اغلب موارد با نوشته‌های ماسک نداریم روبرو می‌شدند. به مرور نیاز بازار تا حدودی تأمین شد، اما اجباری شدن استفاده از ماسک بار دیگر کمبودها را نمایان ساخت. در روزهای اخیر به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و کاهش نقدینگی واحدهای تولید کننده و البته چند نرخی بودن این محصول، برخی از داروخانه ها و یا مراکز فروش تجهیزات پزشکی گلستان با مشکلاتی در زمینه عرضه ماسک روبرو شدند. در چنین شرایطی آیا اهالی این استان توان رعایت پروتکل های بهداشتی را خواهند داشت؟ واقعا خطرناکه. یه چیزیه که چون هیچ مشخص نمی کنه کی داره کی نداره، اینه که باید به هر حال همه رعایت کنن، همه ماسک بزنن و فاصله ها رو رعایت کنن. تو مراسمات که هم عروسی هم مراسمی که می‌بینیم اصلا رعایت نمیشه. یعنی هر چقدر تلویزیون اعلام میکنه یا حداقل در سطح شهر هستش، ما داریم میبینیم اکثریت مثلا مراسمایی که برگزار میشه به همون صورت حالت قدیم هستش و مثلا حالت کرونا رو همه فراموش کردن. یعنی مردم اصلا خسته شدن از این بابت. بازار البته من خودم نرفتم تو خیابانو دور بزنم، ولی مشتریایی که میان میگن خیلی شلوغه، ترافیکه تو خیابانو خیلی شلوغه. من نمیدونم دلیلش چیه، برای چی این همه میان بیرون، ولی تا اونجایی که میدونم واسه خرید نمیان. حالا خسته شدن از داخل خونه نشستن، اینا خسته شدن میخوان یه تنوعی بشه، یه هوایی بخورن. با توجه به اینکه شبای محرم هم هست، حالا شد بعضی قصد دارن مسجدی به هر حال تکیه ای جایی هم برن، اینا هم تاثیر داره، احتمال داره که به اینجور مسائل هم بیان به سمت مساجد و اینا هم یه مقداری شلوغ شده. کرونا بر کسب و کار اهالی گلستان هم مانند دیگر استان‌های ایران تأثیر گذاشته. مغازه‌ها چند هفته‌ای تعطیل شدند و پس از بازگشایی هم نشانی از رونق سابق نیست. از لحاظ بازار ما اصلا خیلی واقعا درآمد ما خیلی اومده پایین شده، حدودش 1/3. و تا وقتی هم خب این شرایط کرونا هستش و همین که باشگاه که تعطیل هستش، یعنی ما واقعا هیچ درآمد خاصی اصلا نداریم تو شرایط. ولی حداقل 2-3 ماه مغازه من تعطیل بود، ولی مجبور بودیم دیگه، یعنی هر چی که داشتیم رو پسندازمون رو هزینه هم اجاره هم درآمد خودمون کردیم. میشه گفتش یعنی هر چی که پسنداز داشتیم رو خرج هم مغازه شد هم خرج زندگی ما شد. ولی واقعا با همکارا که صحبت میکنم، عزیزانی که دوستانی که داریم، خیلی خیلی توی دادن اجاره مغازه ها مشکل دارن، خیلی به مشکل برخورد کردن توی همین چند وقت اخیر. خیلی از همکاران ما و خیلی از همکارانمون در صنوف دیگه، همونطور که شما میفرمایید، به درستی مجبور شدن مغازه‌هاشون رو ببندن، خصوصا افرادی که مستأجر بودن به اجاره‌های خودشون نمی‌رسیدن. حساب کتاب‌هایی برای خودشون داشتن، برای پاس کردن چک‌ها، برای قسط‌هایی که داشتن، ولی متأسفانه اصلا اونها عملی نشد براشون. خب مردم شمال نمیدونم در جریان باشید یا نه، یه طوریه که خیلی واسه جشن‌های عروسی برنامه‌ریزی می‌کنن از قبل، چون یه حالت کشاورز، همشون اکثرا کشاورز هستن و حالا به
برداشت محصولاتشون خیلی اهمیت میدن، جشناشون رو میذارن یه تایمی که بتونن قشنگ برنامه‌ریزی کنن روی خرید و اومدن تو بازار. همه‌شون هم اومدن واسه خرید کردن، یه دفعه بازار شلوغ شد تا فکر میکنم اواسط مرداد ماه، اوایل مرداد ماه که یه دفعه اعلام کردن آقا باز دوباره بیماری زیاد شده، باز مردم رعایت نکردن، باز باید فروشگاه ها بسته بشه، که یه دفعه بازار استوب کامل که شد. الان که محرم هستیم دیگه، محرم و صفر هم که خب در جریان هستید، فروشگاه های امثال فروشگاه های ما کلن صفره. در این میان چشم کاسبان و مغازه‌داران به حمایت‌های دولتی دوخته شده تا بخشی از ضرر و زیان ناشی از کسادی بازار جبران شود. فقط یه ذره اگر چی نباشه یک کم لطفی بوده مثلا به مغازه‌دارا، یا مثلا حداقل به مردمی که درآمدشون پایین‌تر بوده یک حمایت بیشتر بشه، خب این خیلی بهتر از خدمتتون عرض کنم که من خودم از مسئولین استان و از مسئولین شهرستان انتظار بالاتری داشتم در مبارزه با کرونا. برای عبور از بحران کرونا، جدای از وظایف تک تک شهروندان در زمینه رعایت موارد بهداشتی و اجتماعی، برنامه ریزی ها و تدابیر مسئولین هم از اهمیت زیادی برخوردار است. اما آیا اقدامات دولت پاسخگوی انتظارات اهالی استان گلستان بوده؟ مسئولین ضعیف مهدی طاهباز، رادیو فردا.